بزرگان، مقامات محترم امارت اسلامی، علما، طلاب، محصلان، جوانان و مردم شریف حاضر در مجلس امروز، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بزرگان قبل از من صحبت فرمودند، بنده هم میخواهم حدود نیم ساعتی وقت شما را بگیرم تا به موقع اذان و نماز نخوریم. دیروز بزرگان شما به شمول مولوی صاحب نظامی از ریاست 05 استخبارات امارت اسلامی افغانستان مدرسه تشریف آور شده بودند و موضوع جلسه امروز را یادآور شدند که بیاییم یک مقداری اوضاع و احوال جاری و روان را تحلیل کنیم. من درس کردم، من به یک مدرسم، طلبم، عمرم با قال الله و قال رسول سپری شده است. این مسائل را شما خود اداره کنید، مسئولین اداره کنند، بنده باشم در همین حجره تدریسم. اصرار کردن که نه، باید شرکت کنی، فلذا آمدم تا عرض سلامی خدمت شما داشته باشم و مختصری اوضاع موجود را به تحلیل و بررسی بگیرم. برادران و خواهران، هرچند که میبینم خواهری شاید در این محفل نباشد، اما بالواسطه صدایم را میشنود و شاید در بیرون مسجد جمعی از خواهران تشریف داشته باشند، ولی من مخاطبم دائما مرد و زن افغانستان است. چنانچه خدای منان هم مرد و زن آفریده است و عمل صالح را از زن و مرد میپذیرد و در نظام خلقت تبعیض وجود ندارد. من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خدای متعال میفرماید اگر کسی عمل صالح انجام میدهد، زن باشد یا مرد، خدا به او حیات طیبه خواهد بخشید. جنسیت مطرح نیست، ایمان مطرح است و عمل صالح. علی ای حال، بنده می خواهم چند نکته عرض داشته باشم خدمت شما حضار ارجمند و شریف و نکاتی داشته باشم برای رهبری امارت اسلامی و مقامات ارشد نظام. و آن نکته این است که عزیزان و سروران، امر به خوبی و نهی از بدی یک اصل قرآنی است، یک دستور الهی است. ولتکن فعل امر است. می فرماید باید شما امتی باشید که دعوت به خیر کنید، آمر به خوبی باشید و ناهی از بدی. و آنان هم که در تاریخ مغضوب واقع شدند به دلیل ترک این دو فریضه بودند. و آنان هم که به مقام والای از انسانیت و ایمان شرافت ارتقا کردند به خاطر انجام امر به خوبی و نهی از بدی بودند. و بنده هم سال 1380 در آغاز نظام جمهوریت، وقتی از حوزه قم به کابل برگشتم برای همیشه، یک سال تمام در رابطه با امر به خوبی و نهی از بدی
در همین غرب کابل صحبت کردم و این بحث بحثی نیست که ما حالا از ترس امارت اسلامی امر به خوبی و نهی از بدی رو مطرح کنیم، نه، این مسئله از سابقم بوده، حالا هم در آینده هم هست، تا قرآن هست این دو فریضه هست، تا حدیث هست این دو فریضه هست، فلذا این مسئله امر قرآنی است. اما در رابطه با نحوه اجرای این دو فریضه سخن در بین متخصصان و مفسران و عالمان دین زیادند که آیا به چه نحوه انجام بگیرد امر به خوبی، آیا در قالب امر باشد یا در قالب تقاضا و التماس باشد، اگر امر بکند آیا در او علو شرط است یا علو شرط نیست، آیا میشه یک مقام پایین‌تر بالاتر رو امر بکند، آیا این امر معنی داره یا نداره، در کجا امر به خوبی کند، در چه شرایطی، در کدام مکان، در کدام زمان، ببیند نتیجه چگونه است. و اصلا کسانی که آمری به معروفند و ناهی از منکر، اول باید معروف رو بشناسد و منکر رو تشخیص دهد. یک بحث مصداقی بسیار جدی است، اگر کس معروف شناس نباشد و منکر شناس نباشد، چگونه موضوعی را که نمیشناسد به او امر کند یا از او نهی کند. ولذا بحث امر به خوبی و نهی از بدی میره به سوی تخصص، آیا میتونه هر کس رو امر به معروف بکند یا نهی از منکر بکند، یا نمیتواند که چنین کند و اینها وظیفه عده خاص خواهد بود. وارد بحث های تخصصی نمیشویم. بعد شروط ذکر میکنند، احتمال تأثیر و قدرت بر اجرا، و بعد مراحل ذکر میکنند، مرحله تنفر قلبی از منکر، مرحله ابراز نفرت و انزجار زبانی از منکر، بعد وقتی اثر نکرد اون موقع اقدام عملی. اینها مراحلی است که در فقه مطرح شده است، کتابها در این باب نوشته شده است و علما در این باب سخنسرایی زیاد کردند. کتاب فقهی نیست که در او باب امر به خوبی و نهی از منکر وجود نداشته باشد. هیچ عالم اسلامی نمیتواند بگوید که من در این باب نمیتوانم سخن بگم یا بنا نیست سخن گفته شود، نه. خب حالا هم که این موزل اخیری پیش آمد، به نظر من در روش اعمال امر به خوبی و نهی از منکر بود. اگر اشتباه نکنم 3 ماه پیش 6 نفر یا 8 نفر از آمران به معروف و ناهیان از منکر به مدرسه تشریف آورده بودن و مطرح کردند که ما میخواهیم اقدام جدی کنیم، اردو بیاریم، تانک بیاریم، رنجر بیاریم، نظر شما چیست؟ عرض کردم امر به خوبی و نهی از بدی رو کس منکر نیست، اما در روش آن احتیاط لازم است. تکرار کردم، توصیه کردم برادران در روش بسیار دقت کنید، بسیار نرم حرکت کنید، آهسته حرکت کنید، با ملایمت حرکت کنید، زبان موعظه در پیش بگیرید، ناصح باشید، ناصح مشفق باشید، هوش دارید دست به خشونت نزنید، هوش دارید اقدام نظامی نکنید که مبادا خود معروف منکر شود. موعظه است، اگر روش من نباشد اثر معکوس خواهد داد. نصیحت است، اگر روش من نباشد اثر معکوس خواهد داد. اونجا در حضورشان مثال آوردم، گفتم اگر یک جوان را من در محضر عام نکوهش کنم، سرزنش کنم که چرا مثلا محاصل خود رو تراشیدی، از همونجا با من بدبین میشه، با اسلام شاید بدبین بشه. او شخصیت دارد، او غرور دارد، او جوان است، تا حرفم رو قطعا گوش نمی کنه، شاید بدتر شود. یا برم موی سر جوان رو قیچی بزنم در محضر عام،
که رفقایش ببیند، کوچگی هایش ببیند، همکلاسی هایش ببیند، او بدتر میشه. و اما اگر او را تنها در خانه خلوت ببرم، بگم برادر، پسرم هستی، جوان هستی، برادرم هستی، اسلام فرموده این کار را نکن، سنت رسول الله اعظم این نیست، نصیحت کنم، قطعا گوش میکنم، قطعا گوش میکنه. روش ها مهم است. این مثال را آوردم، بعد هم مثال تاریخی آوردم، گفتم برادران ببینید شما، خب در اسلام عزیز حرکت آهسته بوده، نرم بوده، ملایم بوده. 13 سال رسول گرامی اسلام در مکه یکسر تبلیغ کرد، نصیحت کرد، موعظه کرد، اذیتها را تقبل کرد، مهاجرت به حبشه را قبول کرد، اما دست به خشونت نزد. بعد 10 سال در مدینه که آمد، با اون که توان پیدا کرد، قدرت پیدا کرد، حکومت اسلامی تشکیل داد، اما باز هم روشش بسیار نرم و ملایم و با جدال احسن پیش رفت، با موعظه حسنه پیش رفت، با نصیحت رسول اللهی پیش رفت، نه تنها با مسلمان که حتی با یهود، با 3 طایفه یهود پیمان عدم تعرض بست، پیمان دفاع مشترک از مدینه بست، با بنی قریظه و بنی قنقا و بنی نذیر، که اگر اون 3 طایفه نقض پیمان نمی کرد، رسول اکرم نقض پیمان نمی کرد. رسول اکرم با 3 طایفه یهود مسالمت آمیز رفتار کرد در مدینه، با هم گفتن از مدینه دفاع میکنیم. من گفتم خب خدای منان همین روش رو در پیش داشته، خدای منان شراب رو یک بار تحریم نکرد. اول آیه آمد که ضرر شراب از منفعتش بیشتر است. معنیش اینه که شراب منفعتم داره، ضررم داره، منتها ضررش بیشتر هست، فایدهش کمتر است. مدت گذشت 3 ماه و 4 ماه و نمیدونم 8 ماه و 10 ماه، بعد یک قدم بالاتر گذاشت، فرمود که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، حداقل در حال نماز شراب نخورید. معنیش اینه که قبل از نماز بخورید مشکل نیست، بعد شراب شراب بخورید مشکل نیست، بعد از نماز، ولی حداقل در حال نماز شراب نخورید. مدت زمان گذشت و گذشت و گذشت، بعد آخر صرفت بره انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. خود بالاخره خود خمر از عمل شیطان اجتناب بکنید. خدا که خداست، نمیخواد مردم رو یک شبه مسلمان بسازد. شراب را آهسته آهسته حرام میکند به تدریج، به خاطری که مردم عربستان به شراب خو گرفته بودن. نمیشه یک شبه همه را بالاخره آورد در این مسیر. در عمل هم اون آدم هم گفت یا رسول الله اجازه بده 6 ماه بعد شراب نمیخورم، تا 6 ماه رو به من اجازه بدی. کسی تازه مسلمان شد، آمد خدمت امام هشتم، فرمود امام هشتم من میخوام مسلمان شوم، نماز چقدر بخونم؟ گفت در روز 2 رکعت بخوان. تازه مسلمان رو بخوایم تو نافله هم بخوان، فریضه هم بخوان، که دیگه اسلام بدبین میشه، بیزار میشه. 2 رکعت برای تازه مسلمان کافی است. خب به هر حال، و خدای منان هم به هارون و موسی کلیم دستور میدهد فقولا له قولا لینا. موسی و هارون برید پیش فرعون، فرعون رو نهی از منکر کنید، امر به خوبی کنید، منتها سخن نرم بگویید. قولا له قولا لینا، با فرعون درشت نگویید، با فرعون سخن نرم بگویید، لعله یتذکر و یخشا، او متذکر شود یا از خدا بترسد. شما با فرعون حق ندارید رفتار خشن بکنید. خب من درز میکنم امارت اسلامی، شما قطعا از موسی و هارون برتر نیستین و مردمان فرعون نیست. با فرعون دستورونی که با ملایمت رفتار بشه، نه با خشونت، و الا با خشونت رفتار بشه فرعون مسلمان نمیشه، ایمان نمیاره. و همینطور برای رسول خدا میفرماید یکی از بردت اینه که تو ملایمی. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو نرم نبودی مردم از دورت پراکنده میشد، همه رفتن. با ملایمت پیش رفتی، با اخلاق رسول الله پیش رفتی. خب حالا عرض کردم برادران، روش ملایمت در پیش بگیرید، مسالمت آمیز رفتار بکنید، در این مسئله با خشونت رفتار نشود. بله موعظه را بکنید، نصیحت را بکنید،
فامیل طرف رو بخواهید، پدرش رو بخواهید، نصیحت خود رو بکنید. علما هم نصیحت کردن، بنده هم به همه فضلا و اساتید گفتم، به نمایندگان من گفتم، باز هم بیشتر میگیم. ولی خب این رفتاری که اخیرا صورت گرفت بالاخره خب این مشکل رو خلق کرد که مردم ناراحت شدن، مردم گلایه‌مند شدن. خب و دیروز هم با برادر عزیز من جناب مولوی صاحب نظامی که این حالا تشریف داره اینجا، عرض کردم، گفتم امارات اسلامی 3 تا اشتباه مرتکب شده است، با هر اشتباه فاصله‌اش از مردم زیاد شده است، اشتباه‌ها را جبران بکند، دل مردم را بگیرد. بعد وقتی که مردم در کنار نظام بود، نظام عمرش طولانی میشه، وقتی مردم نباشه عمر نظام کوتاه‌تر میشه. گفتم اشتباه اول شما این بود که خب آقای استاد مزاری رهبر ما بود، به شما اعتماد کرد، خود به دامن شما انداخت، میگفت افغان دامن داره، ولی خب ندیدیم دامن را. مسئله خب گذشت، گذشته را دیگه ما یاد نمی کنیم، ولی یک پاسنگ به اعتمادی گذاشته شد. اگر گلایه می کنه که 20 سال با ما همکاری نکردن، خب این به اعتمادی رو شما خلق کردید. بعد گفتن مسئله دیگه مسئله مذهب است. مذهب نقطه خیلی حساس است. شما فقه جعفری رو از نصاب تعلیمی انداختی. این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کرده، این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب رو از اینا بگیریم دیگه، همه چیز رو از اینها گرفتیم. این مسئله حساسه. و عرض کردم برادران، برادران دقت کنید، دقت کنید، خواهش میکنم، خواهش میکنم، دقت کنین، گوش کنین، گوش کنین، خواهش میکنم، خواهش میکنم، گوش کنین. گفتم هیچ شیعه سنی نمیشه و هیچ سنی هم شیعه نمیشه، ولی به مذهب مردم کار نگیریم. این مسئله دوم. گفتم نقطه سومی که خیلی حساسیت برانگیز مسئله ناموس است. وقتی کار برسه به بحث ناموسی، خب از اسلامیت هم گذشته مسئله افغانی بودن هم در قبال ناموس حساسیت نشان میدهد. فلذا شما در رابطه با این سه مسئله خیلی برخورد شد که بالاخره خب یکی مردم شما فاصله گرفت، حالا بیاید ترمیمش بکنید. این مردم مردم شماست، این ملت ملت شماست، افغانستان کشور مشترک ماست، اقوام در افغانستان حق سکونت و زندگی دارن، مذاهب در اینجا حق سکونت و زندگی دارن. و عرض کردم برادر، قبل از آنه که امارت اسلامی بیاید، من به همه وکلا گفتم، به اساتید طلاب و از بدخشان تا نومش گفتم که تقابل ایجاد نکنیم، تقابل به صلاح نیست. حالا هم میگیم تقابل مردم به صلاح نیست، ما طرفدار نزاع نیستیم، طرفدار جنجال نیستیم، طرفدار جنگ نیستیم، ما خواهان تعاملیم، خواهان برادری هستیم، خواهان همدلی هستیم، خواهان خب زندگی مسالمت آمیز و برادرانه و هموطنی ایمان هستیم. ما 2 سال و 7 ماهی که این شعار را میدیم، عملم کردیم، عملم کردیم. ولذا اما در این 2 سال و 7 ماه مقامات به عالی امارت اسلامی ما اصلا جوابی نداده است. نمایندگان شورای علمای شیعه میره در قندهار 5 روز 6 روز میمانه اونجا، به حضور پذیرفته نمیشه، برمیگردد. اما یک ملای پاکستانی در ظرف 2 روز کل مقامات رو میبیند. یعنی جای گلایه است که انسان از رهبری امارت اسلامی، از جناب آقای هیبت الله خب گلایه من بشود. در دنیا رسم است برادران، سخنم با مقام رهبری است، با دیگران نیست. در دنیا رسم است وزیر خارجه با وزیر خارجه حرف میزنند، وزیر دفاع با وزیر دفاع حرف میزنند، رئیس جمهور با رئیس جمهور حرف میزنند، معاون با معاون حرف میزنند، در استقبال همینطور، در بدرقه همینطور. بنده هم به عنوان یک طلبه که 8 میلیون یا 10 میلیون شیعه بنده رو به عنوان مرجع تقلید خود پذیرفته است، عرض میکنم به آقای هیبت الله آخوندزاده حفظه الله، برادر خوب این
شورای علمای شیعه اینا نمایندگان مردم برحال آن را در حضور میپذیرفته خیلی عالی میشود. و هم از طرف دیگر در این شرایط نشر کتاب مبنی بر تکفیر شیعه ها از سوی والی هرات اصلا به صلاح مملکت نیست، به صلاح امارت نیست، به صلاح نظام نیست. حالا نفرت پخش نکنیم، کار از تکفیر ساخته نمیشه. خب خدا نخواسته شیعه سنی رو کافر بگه، سنی شیعه رو کافر بگه، این مشکل زیاد میکنه. نشر این گونه کتاب اصلا به صلاح امارت نیست. یا مثلا اون آقای از مشرقی اعلام میکنه که مثلا در افغانستان یک مذهب است. این اظهارات درست اظهارات مقام پایین هست، ولی خب اینا فاصله ها رو زیاد میکنه، مشکلات رو خلق میکنه، اقوام رو از هم فاصله میدهد. ما طرفدار برادری هستیم. برادران تکفیر کار رو حل نمیکنه، مشکل از تکفیر حل نمیشه. اهل قبله رو کس نمیتونه تکفیر بکنه. اینا مسائلی است که بنده از هیبت الله گلایه مندم، از دیگران من گلایه ندارم و دیگران عرض ندارم. دیگه ما نه با عامر حوزه 13 طرف هستم، نه با عامر حوزه 18 طرف هستم، به خاطر اینکه خب هر کس به سویه خودش. من با خود هیبت الله حرف میزنم، توجه فرمودین؟ اینا به صلاح امارت نیست این گونه برخورد. آخر اعلام میکنم برادران، آقای هیبت الله، ما افغانستان رو میخواهیم، اسلام رو میخواهیم، شریعت رو میخواهیم، دیانت رو میخواهیم، امر به خوبی و نهی از منکر رو میخواهیم، حجاب رو میخواهیم، قبلا خواسته بودیم، اما در کنار آن با روش تند و خشین مخالف هستیم. الله 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 الله. به هر حال اگر در این دو سال و هفت ماه از ما اندک برخورد خلاف امنیت دیدید، یا الله بفرمایید، سخنرانی علیه امنیت کردیم بفرمایید، موضعی گرفتیم بفرمایید، هیچ. حالا هم توصیه میکنم بار بار با دوستان، در همین چند روز پیش من زیاد مراجعه کردن خانم ها برای که خب این شده است، آن شده است، دخترم، عروسم، فلانم، اینم، اونم. خب من حوصله دیدم، حوصله کنین، صبر کنین، مسئولین با خبر میشه، مشکل حل میکنه، مقامات بالا خبر نداره. به هر حال خب مدرسه که درش بالاخره باز همه میرزه اونجا شهر روز بالاخره میرزه زن اومد. خب میگه حاجی آقا فکر میکنی که امیرالمومنین منم، در حالی که من خود صلاحیت اجرایی که ندارم. درست در فقه شیعه بالاخره من یک جایگاه دارم، اما من در افغانستان اینجا خود یک ولسوالم نیستم. برحال همه را توصیه کردم به حلم، به بردباری، به حوصله مندی، به صبر، به ملایمت، به ملاطفت. حالا توصیه میکنم برادران، مشکلات انشاءالله حل میشه. مسئولین قطعا متوجه قضیه شده است، ولی از ما هم کار کنیم که دیگه خوراک تبلیغات بیرونی ها هم نشه. به امارت هم عرض میکنم شما کاری نکرده زیاد داری. حالا بالاخره این مسئله جدی گرفتن یک پتلون یا بالاخره مقدار نشان دادن بالاخره مو چادری کوتاه‌تر، خب درسته که یک مسئله خب اخلاقی هست، مسئله فردی هست، اما مشکلات فراتر دیگری داریم ما. خود چند کشور در افغانستان تا هنوز سفارت خود را باز کرده است؟ تا هنوز چند کشور پاسپورت ما را به رسمیت میشناسد؟ تا هنوز چند کشور حاضر ویزای ما را پرداخت بکنه با همون پاسپورت افغانستانی ما، غیر از ایران و پاکستان؟ مثلا مشکلات زیاد داریم ما. حالا به اون بحث ها وارد نمیشم، تمام سخنم این است که بیایید ملت در کنار دولت، دولت در کنار ملت، با روش بسیار ملایم و آرام حرکت بکنیم، افغانستان رو بسازیم. اسلام در این مردم ریشه داره، 1400 ساله که این مردم مسلمانه. این مردم رو در 20 سال کس کافر نتونست، حالا کافر نمیشه. 100 سال هم تبلیغات کفری بکنن این مردم کافر نمیشه، خاطر شما جمع باشه. اسلام در افغانستان یک درخت شده است که ریشهش به آب رسیده، شاخهاش برگبار نشیده است، این مردم که کافر نمیشن. و این نکته را هم از امارت اسلامی بسیار به جد تقاضا میکنم که اون آقایی که این مردم غرب کابل را مسیحی خطاب کرد، فاحشه خانه ها را در اینجا نسبت داد، گفتن 960 فاحشه خانه اینجا هست، العیاذ بالله 300 کلیسا اینجا هست، تقاضا کردم که ایشان رو باید حد بزنن.
از ایران اسلامی خواستم که عیسی مادری را حد بزنید. ایشان نسبت قنط داده به زنان مؤمنه، نه به یک زن، نه به صد، نه به هزار، به کل زنان غرب کابل نسبت فحش و فاحشه را داده است، نسبت زنا را علیاذ بالله داده است و این مردم را کافر خوانده است. نسبت کفر و قتل نسبت کمی نیست، او باید حد بخورد، باید دفترش بسته شود. دیگه ما برای بریتانیا باید اجازه فعالیت ندهیم. ببینید شما، من عزم میکنم از 300 کلیسا یک کلیسا را ثابت کنند من جایزه میدهم، از 960 فاحشه‌خانه یکش را ثابت کنند من جایزه میدهم. حالا به جد تقاضا دارم، من آمران امر به خوبی و نهی منکر از این منکر بزرگ وجود نداره، این آدم را باید شلاق بزنه. اگر موافق صلوات ولی وقت نماز شده است، چند کلمه دعا میکنم. پروردگارا خیر ما و ملت ما را پیشه بگردان. داستانهای قرآنی به طور همیش برای ما درس میدهد. شما بینگرید ای یک ظلم تاریخی بود. ظلم تاریخی از این نگاه بود که یک مردمی در کوههای سلیمان که در مرز هند آن زمان قرار داشت، که این زمان از مناطق پاکستان به شمار می رود، به نام اوغان یا به نام پشتون یا به نام پتان زندگی می کردن، اگرچه مردمی کمی بودن و کوچکی بودن. نامی همان مردم را بر بالای یک خطه بزرگ تحمیل کرده شد و نقشه های پلید استعمار، چون که او مردم را دید که این مردم بیرحمترند، او مردم بر همین خطه حاکم گردان. از همان زمان تا این زمان همان مردم حاکمیت دارند. اینجا غرض تعصب نیست، شما یک بار تاریخ را مطالعه بکنید و تعصب را از دیدگاه اسلام مطالعه بکنید، که در حدیث سنن ابی داود تعصب چنین تعریف شده است که انتو عین قومک علی الظلم، قوم خود را بر ظلم اعانت بکنی، این را تعصب گفته می شود. اگر زمانی که ظالم را محکوم بکنی، این را تعصب گفته نمی شود. ظالم به هر لباسی که باشد، از هر قومی که باشد، از هر جغرافیایی که باشد، نام ملا داشته باشد، نام عالم بر سر داشته باشد، لنگی عالم بر سر داشته باشد، ریش بزرگی داشته باشد، ظالم ظالم است. اگر کسی که ظالم را اعانه می کند و در مقابل ظلم ایستادگی می کند به اندازه که توان دارد، الله عز و جل و پیامبرش از او بیزار می شوند، همان طوری که در حدیث شریف آمده است. ظلم های علنی که در بازارهای من و شما دیده می شود، ای هم ریشه استعماری دارد، در اسلام عزیز هیچ جایگاهی ندارد. به نام مالیات در اسلام و در فقه حنفی من و شما خصوصا چیزی نیست. ای هم از حلقوم فقیر کش کرده شود، بزور کش کرده شود. دوزی که یک چبلق را از دروازه مسجد دوزی میکنم، ما او را دوز میگویم. دوزی که بر خانه مردم از طرف شب میداره، ما او را دوز میگویم. به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود، این مجرم باید به جزای جرمش برسد. اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟ ای خودش ظلم علنی است، ظلم تاریخی است. اما آغاز این ظلم از همان استعمارهای سابق شروع شده است که تا امروز هم نمی توانند که خود را از این ظلم خلاص بکنند. انسان آزاد آزادانه زندگی می کند. رفاه و امنیت به این معنا نیست که ما تق و تق را از افغانستان گم کردیم. عامل تق و تق خودمان بودیم، خودمان بس کردیم، لیکن مردم آرامش فکری ندارند.
یک نفری بیچاره اندک صدای خود را بلند بکند که این ظلم است. تاپه های تیار است، تاپه مقاومت، تاپه داعش، ترق بر بالایش زده میشه، ایره میگوین تاپه، بعد از تاپه چاپ است. ببر، بزن، بزن، بزن که تا حتی خصیته اینش را آباد نمان. اگر یک جرمی کرده است، چند جرم دیگر را بر بالایش تحمیل بکن، به زوری زدن تحمیل بکن، بزن و بزن و بزن تحمیل بکن، کامره را در دمی رویش بگذار، بو که همین چیز را میگویی، خوب اگر نمیگویی میکشمت. او بیچاره به خاطر آنکه جان خود را نجات بدهد، جرم بزرگی را به زبان خودش اقرار میکند. این صحنه های نه تنها آنکه چشم دید، بلکه به طور تواتر به من فقیر رسیده است. اگر به الله قسم بخورم، حانیس نمیشوم که من از مرگ و از هیچ قدرتی در دنیا حراس نمیداشته باشم. علنی گب میزنم و پوسکنده گب میزنم در مقابل ظالم، هر کسی که باشد ایستادگی میکنم. من نمیتوانم در فردای قیامت در محضر رب العالمین ایستاد شوم و ظالم هم آنجا ایستاد باشد و الله عز و جل من را به همراه ظالم ایستاد بکند و بگوید که ای عبدالشکوری بدبخت، تو چرا صدای خود را بلند نکردی؟